مبحث بعدی در مورد تغییرات طلا بر خطای فلزیاب در زمین‌های آلوده و زمین‌های بدون آلودگی هستش. ببینید، در زمین‌های آلوده و کوهستانی به مراتب خطای فلزیاب در تعیین نقطه دقیق هدف یا همون طلا خیلی بیشتر از زمین‌های یک دست یا زمین‌های بدون آلودگی هستش. چون در مناطق شهری و یا در زمین‌های آلوده و کوهستانی شرایط هدف و مواد معدنی موجود در اطراف هدف یا همون طلا عاملی برای ایجاد ذرات یا میدان مغناطیسی عمل می‌کنند و در چنین شرایطی هستش که در زمین‌های یک دست و سازگار درصد این خطا بسیار پایین‌تره. به این نکته توجه داشته باشید که در زمین‌های آلوده یا مناطق کوهستانی اگر فلز مورد نظر شما هدف یا همون طلا در عمق قرار داشته باشه، به شدت اطراف خودش رو با تغییر وضعیت با ذرات انرژی خودش روبرو می‌کنه و این تغییرات باعث میشه که فلزیاب‌های پالسی یا VLF در بالانس خودشون با شرایط دچار اختلال بشن و نتونن نقطه دقیق هدف یا همون طلا رو تو زمین‌های آلوده یا مناطق کوهستانی مشخص کنن.